سلام رفیقم و من برگشته برای خدمت دیگه لیتس پلی فاینال فانتزی 2 ما حال حاضر در یک برج در قصر کوتولوها و در این جایی که سرمایه خیلی دارند بعضی از این سرمایه که ارزشمندی می باشد او مثل این یه چیزه انگوشتای قوی می باشد بس این افزایش کردن قدرتمون اما قدرت دفاعی این که خوب نیست اما من فکر کنم که یه مبادر خوب می باشد گفته که اینجای مشخص هست مشخص خاف هست که بدون هیچ دشمن گفته که این دشمن نداره در اینجا خب و گفته که شما زده گل بز دعوا میکنه پس شما همپیمان ماست که هر یکی از سرمایه بگیرید خب و در بعضی از کاسه ها چیز داره پس من میخوام هر یکی از این ببینم و 500 پول تیلا خب اما من فکر کنم که دیگران خالیست خب و اینجای کمی مثل یه پوزه می باشد اما ما میتونیم این تار چیزهای این چیزها بگیریم از این صندوق سرمایه خب اما میتونیم در اینجای اسممون آواز کنیم خب و یه ذره جدید برای ینگ این یه چیزه که کمربند سیاه بس بهتر برایش از چیزی که داشت و خب من فکر کنم که ما حدوده آماده شویم شده ایم برای یه حمله زید برج بابل و اسم برج بابل برج بابل برج البابل که مثل عربی است خب چیزی که کمی در موردش چیزی جالبه که این اسم از گذشته از انجیل گرفته چونکه از برابر انجیل مردم در گذاشته سعی می کنند تا یه برج بزرگ بسازند و این برج انقدر بزرگ میشه که با توان با خداوند تماس کردن داشت انقدر بزرگه این هدف ایشان بود اما خداوند از این مغرور خوشش نمی آید و در جریان ساختمانی این برج که یه نفرین کرد که هر یکی از مردم که به زبان تفاوت که در موقع ظاهران مردم فقط یک زبان صحبت کردند و با این نفرین هر یکی مردم که با زبان تفاوت داشت و صحبت کردند و چونکه ایشان نمیتونند یک دیگر رو بفهمند از این کار ترک کردند آده ها خالی کردند و این ساخته نشده خب از برابر انجل حتما این داستان که من نمیدونم که مثل هماسه یا چیزی که از این ما میتونیم چیز بفهمیم در مورد رفتار خوب نمیدونم من یه مذهب شناس نیستم اما این
برج این اسم برج بابل بود و برج بابل در این بازی شامل شد، اما که برج بابل مربوط برج بابل در انجل نیست، این فقط اسم گره. ایشون گفت که شخص شرور در دنیا بالا وجود دارند، خیلی وجود داره. گلبز رفته. خب اما باید به مخرج دیگر اینجا برویم. ما متاسفانه شما میدانی که این بازی که از نی اشتباه کردم. خب این جای خوب است و گفت که اجازه داری. خب لالی باز کرد و روی ما هم باز شده و گفت که لالی ها فقط اصطلاحشان می باشد این کوتولو. گفت که مواظبت خوب کن خودش خودت. گفت که برج بابل با یه تفنگ بزرگ به نام یه مثل یه توپ دار، مثل چیز ارتیلری، یه تفنگ بزرگ به نام سوپر کنن برخوردار است. ما اینو نمیدونستیم. من نمیدونم چرا که پادشاه در موردش نه گفت. ما سه کابین که چیزی مثل چادر، اما بهتره که ما او گفته که گوله ها در زیر زمین قوی هستن، مواظبت خودش کنید در خودت کن. خب میفهمم آقا کوتولو. گفت که من شجاعم، اما شجاعتر هستی. بله گفت که من میدونم که گلبز بیرون از بابل آمد، اما قوی ترین این چهار شیطون انصار روبکنت آتش در اینجا هست. گفته که باز بمانید لالی. گفته که تو دست بالای قدرتتون نکن، وقتی که باید کنید فرار کنید. خب گفته که تنگهایمون که توجه کانان تفنگ جلب میکند و شما مخفی میتونی وره بشوید. خب گفت که این کاسه زنده است لالی، تو میخوای بخوری بنوشی. و من اشتباه کردم، چون که بهتر است که من اینا که در هتل در کاروانسرای مهمانخانه نه چیز خوبیدم، بهتر است، چون که من پول تلف کردم. و همین اشتباه دیگه که من رده های من تبدیل نکردم، پس متاسفانه هنوزم ریدیه در جلو است و خطرناک برای او، چون که او بسیار ضعیف و از ظاهر چیز از ظاهر از نه در رشته دفاع از خودش ظاهری ضعیف می باشد. معذرت می خواهم که مغز من که خور نکرده در آن موقع. خب حتما این دشمنان در این جای قوی تر شده، اما که مشکل نمیشن و خوشبختانه ما دوباره که این حمله های مختلف داریم با از نظر جادویی، چون که شما میدونی که ریدیا یه جادوگر بزرگ است و جادوگر بزرگتر شده.
از حتی او نمیتوند که جادوهای ساحر نمیتوند استفاده بکند این جادو و جادوهای احضار بسیار بهتر شده و مختلف شده. شما شاید به یادتون میآید که وقتی که او در گروه ما بوده قبل از ای فقط یک حمله احضار داشت که چوکوبا و چوکوبا قدرتمندی بود اما نسبتاً ضعیف شده. اما در این جایی که حمله های مختلف با عنصر مختلف که یک حمله آتش و یک حمله یخ یک حمله چیز دیگه زمین زمینی خاکی که ایجاد کردن یه زلزله، یه چیزی که او زد ما استفاده کرده وقتی که با ما اونقدر که قهر بوده بعد از کشتن مادرش. خب من میخوام که نشان بدم که این حمله ها اما این مو قوی هستی و قبل از که من میتونم اینا استفاده کنن که دشمنمون بمیرند. خب اما در این باره که نشان بدم که این حمله یخ هست که اسم شیوا، شیوا یکی از خداوند هندویی می باشد. پس یک خیلی از این اسمه از منابع از مذهبی یا حماسه در دربی ادبی که گرفته شد که این آتش که حمله آتش جین که میگوییم که این با احضار یه حیوالای احضار شده به نام جین است. جین من میدانم در زبان عربی یا زبان فارسی که جین چیزی مثل یه شیطان باشد و من فکر کنم که این طبیعی است که عنصر این آتش می باشد، چون که وقتی که مردم در مورد که جین فکر می کنند یه چیز مثل این، حتما فکر ما به آتش می افتد. خب جین استفاده کنیم یا اونقدر قوی نیست نسبت این دشمنان، چون که ما در این جای که پر از چیز پر از گدازه که حتما خیلی از دشمنمون که عنصر اصلی چیز آتش می باشد. خب و ما خیلی نزدیک و این حمله می کنند زد این برج البابل، ما خیلی نزدیک ما یه نبرد دیگه خوب می باشد. اما فقط میتونیم در اینجا بمانیم بدون هیچ توصیر بعد. من فکر نمی کنم که این قصد پادشاه گایات بود که ما فقط در اینجای سرگردان کنیم. اما من میخوام یه حمله جادویی استفاده کنم، چون که قبل از اومدن به اینجا من یه کابین استفاده کنم یا یه چادر. خب و این اندیرا می باشد. خب نی استفاده نکره اندیرا که انصار برق می باشد. خب پس ما بیرون از اینجا ما یک چادر من میخوام که این چیز جمع میکنم که کمی کثیفه. خب چادر که ما کابین لازم نداریم، ما خیلی ضعیف نشده ایم. خب این به من خنده دار است که ما میتونیم که فقط بیرون از این جایی که بمونیم برای یک روز و ما به برج بابل ورود شده ایم و از این
آهنگ خیلی خوشم میآید، بسیار پلوانی میباشه، قرامانی، که ما میتونیم بدانیم که این عملیات بزرگ میباشد و ما حتما سعی میکنیم تا هر یکی از کریستل باز بگیریم، چون که از شانز بعد یا از کارهای نادرست، عملیات نادرست یا خنگ یا اعماق ما از دست دادیم. خب من فکر کنم که این کافیست برای یک ویدیو. من خیلی خوشحال هستم که شما ویدیو من تماشا کردید و امیدوارم که ویدیو دیگه هم تماشا بکنید. تا دیگه، پیروز باشید و خدا نگهدار.